برای تحقیق مستقل و شفاف همکاری خواهد کرد. آقای راب گفته که با همکاری شرکای بریتانیا امکان وضع تحریم‌ها علیه حکومت جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. در گفتگو با یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد، اول سوال کردم منظور وزیر خارجه بریتانیا چه تحریم‌هایی است و با کدام شرکا. ممکنه منظورش همچنان اتحادیه اروپا باشه، چرا که بریتانیا حداقل تا پایان 2020 همچنان در اتحادیه اروپا خواهد بود. تحریم‌های جدید اروپا رسماً تحریم‌های ایالات متحده رو قبول نکرده، اگرچه عملاً میشه گفت که این تحریم‌ها شامل اتحادیه اروپا و بریتانیا هم شده، به خاطر نگرانیشون از غرامت‌هایی که ایالات متحده ممکنه برشون وارد کنه. ولی شاید منظورش پیروی از خط ایالات متحده برای پیاده کردن تحریم‌های جدید به صورت علنی و واضح باشه. خانم میزر، تصور می‌کنید که احتمالی که وزیر خارجه بریتانیا حد زده احتمال هست یا دو کشور ایران و بریتانیا دارن وارد فصل تازه‌ای میشن، در نظر بگیریم که نه ایران برجام رو رسما ترک کرده و هم بریتانیا بارها هم از ایران خواسته در برجام بمونه، هم خودش گفته که پایبند هست به برجام؟ آقای راب دیروز در روز یک شنبه در صحبت دیگه‌ای گفته بود که بریتانیا همچنان میخواد در برجام بمونه. اینجا مشکلی که هست اینه که بریتانیا مخصوصا پس از برکسیت باید فکر قراردادهایی باشه اقتصادی، روابطی اقتصادی که بتونه بازارهای جدید پیدا بکنه، یا حداقل در بازارهایی که بقیه اتحادیه اروپا درش فعالیت دارند مشارکتی داشته باشه یا رقابتی داشته باشه. به همین دلیل سخت تصور این که بیان سیاسی الزاماً در روابط اقتصادی کاملا منعکس بشه. این بیان سیاسی عکس العملی است به وقایع چند روز اخیر، بیش از این که به نظر من وارد مرحله عملی بشه الان. طبیعی است در یکی دو هفته آینده ممکنه اوضاع سیاسی تغییر کنه و در نتیجه انعکاسش در مسائل اقتصادی خیلی شدیدتر بشه. در مورد سفارت بریتانیا در تهران و اتفاقی که افتاد، بازداشت سفیر برای ساعاتی، بریتانیا گفته که مشغول بازنگری اقدامات امنیتی هستش در باره سفارت این کشور و اماکن دیپلماتیکی که بریتانیا در ایران داره. چی کار میتونه بکنه بریتانیا؟ آیا ممکن هست که در سطح روابطش با جمهوری اسلامی بازنگری بکنه؟ به نظر نمیاد الان چنین مسئله‌ای در پیش باشه. تا حدی عکس‌العمل تعجب‌آوریه، برای اینکه سفیر خارج شده بود از سفارت و رفته بود به یک جلسه بزرگ داشت که بعداً به گفته او بعداً تبدیل شد به تظاهرات. ولی طبیعی است از نظر دیپلماتیک کار ایشان هم کار عجیبی بوده. دستگیریش طبعاً غیرقانونیه، چون در روابط بین المللی دیپلمات رو دستگیر نمی کنن. ولی حضور ایشان هم حضور تعجب آوریه و از جنبه برای تظاهر کننده هم خوب نبوده. یعنی فکر میکنم به اندازه کافی شاید فکر نکرده بوده. از این نظر برای تظاهر کننده ها خوب نبوده که اتهام هایی رو که جمهوری اسلامی مرتب میزنه رو بیشتر میکنه، در حالی که هیچ واقعیت نداره این اتهام ها و حضور ایشان این زمینه رو داده که یه دستگاه تبلیغاتی جدیدی دوباره راه بیفته. و در مورد رابطه اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی، تصور میکنید که آنچه که این روزها در ایران اتفاق افتاده چه میزان میتونه بر این رابطه اثر بگذاره؟ طبعا تاثیر خواهد گذاشت. من فکر میکنم کسی نیست که متوجه خشم مردم ایران نباشه و کشورهای اروپایی طبعا شاهد اعتراض‌های چند روز اخیر هستند، ولی در این حال شاهد، اگر بخواید، نگرانی مردم ایران از بروز جنگ که هفته پیش شاهدش بودیم هستند. به همین دلیل
اتحادیه اروپا کوشش کنونیش در صحنه بین المللی اینه که از تشدید بحران کم بکنه، به نوعی میانجی شاید حتی میخواد باشه بین ایالات متحده و ایران، ولی همه اینها کار مشکلیه چون طرفین نمیتونن به یک راه حل ساده‌ای برسن، ایران به دلایل خودش، ایالات متحده به دلایل خودش. گفتگو میکردم با یاسمین میزر، یادتون باشه که میتونید با ما تماس بگیرید.